ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که جانتان جور باشه و صحت من من حیبه یوسفی هستم معلم مضمون کیمیا در خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین هستم قبل از اینکه درس شیرینی کیمیا را با هم آغاز کنیم و کار کنیم با هم دیگه برای شما یک نمبر می خوانم که را به خاطرتان بسپارید که انشالله در ادامه درس اگر سوالی داشتید، پیشنهادات یا انتقاداتی داشتید می ده دا در این شماره در واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای ما روان کنید. شماره 20964 780 255 40 13 این را به ذهن خود بسپاره خب شاگردای عزیز کتاب چه و قلم خود آماده کنید که می رویم درس امروز با همدیگه آغاز کنیم در رابطه با ماده و خواست با هم دیگه کار کنیم و صحبت کنیم ابتدا در رابطه با ماده با شما صحبت میکنیم که ماده چی است بر شما تعریف میکنیم و بعد در رابطه با اجزای ماده که ما رقم برای تخت نوشته کردیم اتم ها و مالیکول ها با شما صحبت میکنیم که اتم چی است مالیکول چی است مثال هایش برای میزنیم و با هم دیگه کار میکنیم و بعد در رابطه با انصور ها با شما گپ میزنیم بر شما انصور را تعریف میکنیم که انصور چی هست. بر شما مثال میزنیم با هم کار میکنیم و در آخر هم در رابطه با مرکب با شما صحبت میکنیم بر شما تعریف میکنیم که مرکب چی هست. ساختمانش به چی قسم هست و مثال های را با یک دیگه کار میکنیم خب حالا بریم که ببینیم که ماده چی است شاگردان عزیز نازنین دقت کنید شما به نظر شما حالا من یه سوال از شما میکنم که قبل از اینکه درس آغاز کنیم به نظر شما ماده چی میتونه باشه اگر در اطراف خود در ماحول خود خوب دقت کنید اشیایی را که مشاهده میکنید برای من نام ببینید چی هستن؟ میتونه چی باشه اطرافیتان اطرافتان میتونه میز باشه آفرین دیگه چی باشه چوکی باشه کتاب چایتان باشه دیگه چی پنسیل باشه آفرین ها همین مثال هایی که به کار بردین شاگرد عزیز نازنین همه ای اشیایی که در اطرافتان هسته میتونه یک ماده به حساب بیایه ما تعریفی که از ماده داریم میگیم که اگر شیعی دارای کتله باشه و همچنان یک حصه از فضا را اشغال کرده باشه ما میتونه به آن ماده بگوییم حتی خود شما هم شاگردهای عزیز نازنین میتونید یک ماده به حساب بیارین چرا؟ چون دارای کتله هستین و دارای حجم هستین یکی حصه از فضا را اشکال کده میتونید. خب دی ای اسلایت هم همونطور که مشاهده میکنید شاگردای عزیز مثال های را برایتان آوردیم هر کدام از اونها میتونه یک ماده به حساب بیاید. پس ببینید که دنیای ماده چقدر دنیای گسترده ای هست درست است خب این شد تعریف ماده که تو ویژگی بسیار مهم دستش به خاطرتان بسپاره خب آنی میخوایم یک مثال رو با شما کار کنیم که ببینیم که آیا هوا امی اوایی که ما نفس میکشیم میتونه یک ماده باشه یا که نه به نظر از شما چی؟ به نظر شما یک کمه که فکر کنید آیا هوا میتونه ماده باشه با توجه به تعریفی که پیشتر برتان گفتم میتونه باشه؟ آفرین احسن آره میتونه باشه چی دقیقا میتونه باشه؟ ما با کمک یک آزمایش ساده میتونیم میره تشخیص بدیم می که آیا هوا میتونه یک ماده باشه یا که نه یک آزمایش بسیار ساده به این صورت که موادی که لازم داریم میتونه یک دنه چوب باشه دو تا پوغانه باشه و یک مقدار هم نخ باشه آزمایش رو به این صورت انجام میتونیم که دو پوغانه در دو سر چوب بسته میکنین نخرم در وسط چوب بسن میکنه و از این قسمت آویزان میکنید صبر میکنید که بغانه ها ثابت شد و نداشته باشه آنی به با کمک یک تا از دوستای خود به کمک پدر خود یا مادر خود یا هر کسی که امرایتان جان هسته بگوید به با کمک یک سوزن یک تا از بغانه ها را هوایش را کنه خالی کنه چی اتفاق میفته؟ شکر دای عزیز نازنین آفرین به شما اصلا یک تو از پغانه هایی که همونطور که در شکل مشاهده میکنید که اوایان به کمک سوزن تقلیه شده او پغانه به سمتی بالا حرکت میکنه پغانه دیگه که دارای اواسته به سمت پایین حرکت میکنه یک اتفاق بسیار جالب و قشنگ جذابی هست که از امی ما نتیجه میگیریم که چی؟ که هوا ماده است یا نه شما جواب بگویین آفرین احسن از این آزمایش متوجه شدیم که بله پوغانه چون دارای کتله هست و یک تا از ویژگی های ماده را داره پس می، میتونیم بگوییم که یک ماده اساسی است آفرین به شما خب یک مثال دیگه هم باید دیگه کار کنیم ای را شما با ما همکاری کنید که آب چی آب میتونه یک ماده باشه یا که نه ای هم مثل همون بغانه ها آزمایش بغانه ها میتونه باشه به با این صورت که شما اگر در یک جای کار میکنید که ترازو دارد به کمک یک ترازو هم که در شکل مشاهده میکنید به کمک یک ترازو و دو گلاس میتونید آزمایش ساده را انجام بیتین به این صورت که ترازو را دو گلاس را در دو پله ترازو قرار میتین گلاس هایی که خالی باشه قرار میتین نگاه میکنین که شاین ترازو برابر است. اشتکان نمیخوره. آلی در مرحله بعد یک تو از گلاس ها را چکار کنید؟ از آب پر کنید و در یک پله ترازو قرار بودید مطابق شکل. و در یک پله ترازو هم که گلاس خالی موجود است. چی اتفاق می افتد؟ چی مشاهده می کنید شاگرده عزیز؟ آفرین به شما احسن بارکلا مشاهده می کنید که پله ای که دارای گلاس آب است پسمتی پایین حرکت کرده و او گلاس دیگه که خالی است به سمت بالا حرکت کرد این نشان میتن؟ نشان میتن که آب دارای چی هسته؟ دارای کتله هسته چون دارای کتله هسته و یک داز بیژگی های ماده رو داره پس ما میتونیم بگوییم که چی هسته؟ آب میتونه ماده باشه آفرین. عزیز و نازنین مثال هایش هم بایتان کار کردیم که چه قسمی میتونه یک آب یا هوا میتونه ماده باشه حالا میخواییم ببینیم که همین ماده که ما و شما پیشتر تعریف کردیم و صحبت کردیم از چه اجزایی ساخته شده شاگردای عزیز و نازنین هر شایی که در اطراف نگاه میکن از یک قسمت های تشکیل شده حالا ماده هم دارای دو جز یا دو جز میتونه باشه اتم ها و مالکول ها که این دو جز میتونن برای ما ساختار یک مادر چکار کنه تشکیل بیته خب حالا می ببینیم که اتم چی هسته مالکول چی هسته و با هم مثال کار کنیم و کوچکترین ذره که واحد سازنده ماده به حساب می ما اتم میگیم خب همونطور که در اسلاید مشاهده میکنید شاگردای عزیز و نازنین ما ساختار یک اتم رو براتون نشان دادیم که اتم چه قسمی هست درست است در اسلاید مشاهده میکنید ساختار اتم ها همین دایره های سفید رنگ سرخ رنگ سبز رنگ اینها نشان میده برای ما ساختار یک اتم را یک شکل بسیار ساده هست درست است این میشه تعریف اتم ما خب حالا بریم ببینیم مولکول چی هست همین اتم هایی که ما و شما پیشتر تعریف کردیم با یک دیگر گپ زدیم که چی هستن اگر همین اتم ها با هم یک جای شود برای ما ساختار جدیدی را تشکیل می به نام ها که همونطور که در اسلاید مشاهده می‌کنید ما ساختار مولکول را بهتون نشان دادیم دو اتم هیدروژن اکسیژن و اتم های دیگر می بینیم که با هم یک جای شده و برای ما مولکول را تشکیل داده پس مولکول‌ها از یک جای شدنی اتم ها به وجود می‌آیند. خب حالا ببینیم انصور چی است شاگردای عزیز نازنین می رویم به سراغ اتم ها ببینید که اتم ها چقدر کاربرد داره و چقدر مهم هستن اگر همی اتم ها با هم یک جای شوه اتم هایی که مشابه باشه به با هم عزیزان یعنی چی مشابه باشه یعنی هم شکل باشه هم اندازه باشه و هم خاصیت باشه با هم یک جای شوه برای ما انصور ها را تشکیل می‌ده که به عنوان مثال ما میتونیم بگوییم که انصور ها میتونه فرض مثال امی کره هایی که شما دست میکنید این میتونه یک انصور باشه چرا؟ چون از یک نوع اتم تشکیل شده است درست است اتم های مشابه هم دیگر هست یا پینسل شما فرض کنید پینسلی که نوشته میکنید با درس میخوانید این هم میتونه یک عنصر به حساب بیاید چرا چون از یک نوع اتمی کربن ساخته شده است این شد تعریفی عنصرها خب مرکب چی هست دوستای عزیز نازنین اگر امی اتم هایی که باز پشتر براتون توضیح دادیم اگر امی اتم ها بیاید با هم یک جای شه ولی متفاوت باشه از عزیز نازنین یعنی چی یعنی اتم هایی که هم شکل نیست هم اندازه نیست هم خاصیت هم نیست با هم که یک جای شه برای ما یک ما... چرا تشکیل میده مرکبه تشکیل میده که در سلاید هم شکل مرکب اتم مولکول و مرکب برتان نشان داده شده این قسمت اتم هاسته که با هم یک جای شده مولکول را تشکیل داده و بعد مراکب ها را هم تشکیل داده شاگرد های عزیز نازنین یک نکته در قسمت وجود داره نکته ای هست که اگر اتم های مشابه با هم یک جای شود برای ما مولکول را تشکیل میده از نوعی انصور را. اگر امی اتم ها متفاوت باشه با هم یک جای شوه مالیکول را تشکیل میده اما از نوی مرکب این باشه مدرس درسی این مدرن به اتمام رسید شاگردای عزیز مناظرین میخوایم ببینیم که چه سوالاتی میتونه در این قسمت براتون آورده شود که این را دقت کنید خب این سوالات را میرویم با یک دیگر در تخته نوشته میکنیم و براتون میخوانم شما جوابش را برای ما روان کنید و با هم دیگر کار میکنیم خب سوالی هست که در جاهای خالی سوالهای زر را با کلمات مناسب نمایید. خب قسمت اول آب ماده هست چون دارایی جای خالی هسته خب به نظر شما جای خالی رو چی میتونیم پر کنیم شاگردای عزیز نازنین بگویید که من نوشته کنم بر روی تخته گفته آب ماده است ما پیش یک آزمایش بهتون انجام دادیم دیگه درست است توضیح دادیم که آزمایش ماده آزمایش چی بود به کمک ترازو انجام دادیم در اونجی ما اثبات کردیم که آب ماده است یا که نه اگر یادتان باشه گفتیم آب ماده است آفری چرا چون دارای کتله بود پس جای خالی میشه چی کتله خب مورد بعدی یک نقطه پنسل از هزار میلیارد اتمی جای خالی ساخته شده است. خب پنسل را باز برده اگر یادتان باشد در داخل درس بهتون گفتم که پنسل یک نو چی است؟ یک نو عنصر است آفرین انصور هم که تاریف شد یاد گرفتین دیگه انسور ها از یک نو اتم ساخته می شود درست است پنسل پس یک نو اتمی چی ساخته شده؟ یک نو اتمی کاربون پس در قسمت کاربونه نوشته میکنیم قسمت بعدی سوال بعدی موادی که از یک نوع اتم یک سان ساخته شده باشد به نام جای خالی یاد می شود خب این تعریفی چی است تعریفی دقت کنید یک نوع عنصر این یک نوع اتم پس این تعریف چی بود آفرین احسنت تعریفی ها بود خب سوال بعدی هر شعی که دارای جای خالی باشد و یک جای خالی از فضا را اشکال کده باشه ماده نامیده می شود این جای خالی چی می تانه باشه؟ دو ویژگی یک ماده نشان می ده چی است؟ جای خالی اول هر شعی که دارای کتله باشه آفرین جای خالی دوم چی می تانه باشه؟ یک حصه از فضا آفرین خب این یک نمونه سوال میتونه باشه درس امروز که براتون آوردم. خوش شاگردای عزیز درس امروز ما به اینجا با اتمام رسید آلیا بیاین نگاه کنیم که امروز جنبندی کنیم که داخل در درس که ما و شما با هم چی کار کردیم و چی یاد گرفتیم آمادیم در رابطه با ماده گپ برای شما و گفتیم ماده چی است برای تان اثبات کردیم که اوا ماده است یا خیر آب ماده است یا خیر به کمک یک آزمایش ویژگی های ماده را برتان گفتیم که دارای دو ویژگی بود ویژگی اول کتله ویژگی دوم دو که دارای حجم بود یا یک از فضا را اشغال کرده میتانست درست است خب دیگه چی گفتیم دیگه در رابطه با اتم گفتیم با اتم را برتان تعریف کردیم که کوچکترین واحد سازنده ماده است عنصر را برتان تعریف کردیم که اگر اتم های مشابه با هم یک جاشه انصور تشکیل میشه مرکب تعریف کردیم که اگر اتم هایی که با هم متفاوت هستن مشابه نیست با هم یک جاشن مرکبه تشکیل میداد این خلاصه از درسی بود بندی درسی که ما شما امروز کار کردیم عالی میرایم ببینیم که چه سوالاتی میتونه از قسمت درس برای شما در امتحانات بیایه با هم کار کنیم صورت جای خالی هست که برای اسلاید شاگردای از نازن برای تان نشان میتون که با کمک یک شما جوابش بیتین خب سوال به این صورت است که جاهای خالی سوالهای زیر با کلمات مناسب پر نمایید خب شاگردای عزیز سوال اول چی است آب ماده هست چون دارای جای خالی می باشه این جای خالی چی میتونه باشه اگر دقت کرده باشین در داخل درس ما براتون نشان دادم با یک آزمایش نشان دادیم که آب میتونه یک ماده باشه چرا میتونه یک ماده باشه آفرین احسن میتونه ماده باشه به خاطر که دارای کتله است صحیح پس جای خالی رو ما چی نوشته میکنیم کتله نوشته میکنیم در کتاب چای خود قشنگ نوشته کنید که بزرگ نتونم بسپاریم خب سوال بعدی یک نقطه پینسیل از ازار میلیارد اتم جای خالی ساخته شده است شاگردای عزیز نازنین خب شما باز جای خالی رو فکر کنید یک چند دقیقه کی چی میتونه باشه در داخل درس ما تون مثال دادم گفتم که پینسیل یک نوع چی است آفرین یک نوع انصور هست چرا چون از یک نوع اتم ساخته شده یک نوع اتم چی کاربون ساخته شده از آفرین سه است پس جای خالی را ما میتونیم نوشته کنیم چی؟ کاربون به همین سادگی جای خالی را پر کردین خب حالی سوال بعدی موادی که از یک نوع اتم یکسان ش... ساخته شده است به نام جای خالی یاد می شود دقت کنید یک نوع اتم یکسان این تاریفی چی است تعریفی شما بگویید آفرین اصلا تعریفی انصور ها هست که از یک نواتوم یکسان ساخته شده است آفرین به شما که خوب درس فهم میدین پس در این قسمت جای خالی نوشته میکنی چی؟ انصور ها خب سوال بعدی بخونید هر شعی که دارای جای خالی باشه و یک جای خالی از فضا را اشغال کرده باشه ماده نامیده می شود این تعریفی ماده است در ابتدای درس ما براتون ماده را تعریف کردیم که دارای دو ویژگی بود او ویژگی ها چی است؟ آها آفرین دارای یک کتله می باشه پس جای خالی میشه کتله جای خالی دوم چی میشه؟ یک حصه از فضا را اشغال کرده میتونه پس این قسمت هم میشه حصه پس ای چقدر راحت تانستین ای جای خالی را پر کنید خب یک قسم سوال دیگه میتونه از قسمت بریتون بیایی به این صورت از بین شکل های زیل، مالیکول، اتم، انصور و مرکب را شناسایی نمایید خب در شکل های زیل مشاهده کنید شاگرده از از ناسنین؟ در قسمت دایره های آب رنگ، سرخ رنگ هم اینا مشاهده میکنید که ساختار یک چیز بهتون نشان میتن؟ اتم را که کوچکترین واحد سازندهی ماده به حساب میسایی است آفرین به شما. خب در شکل های خوب دقت کنید در شکل های میبینید که اتم های یکسان با هم یک جای شده است وقتی اتم های یکسان با هم یک جای میشه ساختار چه تشکیل میتاد؟ یک مولکول از نوعی انصور را برای ما تشکیل میتاد و این میشه یک قسم دیگه یا سوالات که میتونه از درس امروز برای بیایه که باید خوب بلد باشه خب در قسمت کار خانگی رسیدیم شاگردای عزیز نازنین که میخواهیم برای شما یک کار خانگی رو بیتیم که این رو در خانه حل میکنید و با خود همراه می در جلسه آنها که با هم بررسی میکنیم که درست حل کردین یا که نه خب کار خانگی هم به همین قسمت است یک سری شکل هایی به شما داده شده که این شکل ها را میر دخانه نگاه میکنید با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین میرین سعی میکنید بررسی میکنید نگاه میکنید که اتوم است مالیکول است یا انصور هست و یک کارخانگی دیگه هم هست به همین صورت باز هم شما باید مشخص کنید که با توجه به تعریفی که امروز دیدید که ببینید که آیا اتوم است انصور است یا مرکب هست خب شاگردای عزیز نازنین امیدوار هستم که درس امروز خوب فامیده باشین شما را به خداوند بزرگ میسپارم و همچنان یادتان نرم اگر سوالی دارید پیشنهادی دارید یا اگر خواستین که این کار خانگی خود برای ما ارسال کنید با هم دیگه ای را کار کنیم به شماره ای که برای زیرنویس زیر میشه به او روان کنید برای ما شما را به خداوند بزرگ می سپارم امیدوار هستم که هر جای که هستین جور باشین و صحتمند خدا نگهدار شما